در پی اهانت و حدک حرمت به مقام شریف مرجعیت شیعه در شهر مقدس قوم توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ایران شیعیان در سراسر جهان این اقدام حکومت ایران را محکوم کردند به گزارش خبرنگار خبرگزاری شیعه ویوز در شهر مقدس کربلا شیعیان در مقابل کنسولگری ایران تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکاردها و دستنوشتههایی و و دادن شعار ضمن محکومیت حدک حرمت مقام شریف مرجعیت شیعیان جهان آزادی فرزند آیت الله شیرازی را خواستار شدند در این تجمع علما روحانیون طلاب حوزه های علمیه اساتید حوزه و دانشگاه های کربلا و جمیع مقلدین و دوستداران معظم الله حضور داشتند همچنین این تظاهرات توسط شبکه های مختلف خبری عراقی و غیر عراقی پوشش داده شد و حتی حرمت مرجعیت شیعه در ایران توسط بسیاری از خبرگزاری های بزرگ از جمله بی بی سی، سومری نیوز، الوطن کویت، عیون الخلیج و بسیاری از خبرگزاری های دیگر تحت پوشش قرار گرفت. در همین راستا فردا صبح نیز تجمع اعتراضی در برابر سفارت ایران در بغداد پایتخت کشور عراق رأس ساعت ده و سی دقیقه به وقت محلی برگزار خواهد شد و همچنین شیعیان کویت زمان تجمع در مقابل سفارت ایران را فردا چهار شنبه ساعت سه بعد ظهر اعلام داشتند. از سوی دیگر شیوخ اشایر مختلف عراق با حضور در مرکز فرهنگ اسلامی بغداد از مراکز وابسته به مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی این اقدام خصمانه حکومت ایران را در حد که حرمت مرجعیت شیعه محکوم و خواستار آزادی سریعتر فرزند معظم ایشان آیت سید حسین شیرازی شدند مؤسسات و مراکز مختلف شیعی و مقلدین مرجال قدر جهان تشیع در کشورهای اسکندیناوی، دانمارک، انگلیس، استرالیا، کویت، عراق، ایران، بحرین، لبنان، آمریکا، اندونزی، هند، پاکستان، افغانستان، آلمان، سوئد و هلند با صدور بیانیه های جداگانه این اقدام حتاکانه حکومت ایران را محکوم و آزادی فرزند مرجعیت شیعه را خواستار شدند.